همونطوری که شما میدونید امسال خب یک سال ویژه‌ایه در کشور به لحاظ میزان بارندگی. امسال در 50 سال اخیر به لحاظ میزان بارندگی کمترین بارندگی رو در کشور داریم، به طوری که تقریبا هیچ کدوم از استانهای ما به بارندگی سال قبل نرسیدن. در استان تهران هم استان تهران متاسفانه 37% نسبت به سال آبی قبل عقب. خب این شرایط تقریبا همگیر در سراسر کشور. استانهایی داریم که به مراتب از وضعیت استان تهران هم وضعیتشون بدتره، ولی در هر حال نکته که در مورد استان تهران وجود داره علاوه بر که ما نسبت به سال قبل منفی هستیم، مثلا میزان نوع بارش و پراکنش هم مقدار متفاوته. خب استدار دارید سدهای تهران عمدتا بارششون به صورت برف و ذخیره برفی سدها در واقع تعیین کننده میزان ذخیره در واقع پشت آب پشت سدهای ماست. امسال متاسفانه تقریبا ما ذخیره برفیمون بسیار کمه و در بعضی جاها نزدیک به صفره، که این یه مقداری علل خصوص در شرق استان تهران ذخیره برفی بسیار پایینه و سدهایی مثل ماملو و لار و لتیان به شدت از این لحاظ آسیب پذیر شدن. حجم مخازن سدها در سال گذشته حدود 1,100,000,000 بوده، یه همچین روزی مثل امروز، ولی متاسفانه الان حدود 800,000,000، یعنی نسبت به سال قبل ما حدودا 300,000,000 کسری مخازن سدهای آب و شرب تهران رو داریم. زمینی که خب امسال به دلیل گرمای زودرس و درجه حرارتی که نسبت به سال قبل افزایش داشته میزان مصرف مردم هم قاعدتا افزایش پیدا کرده. دو عامل کرونا و گرما باعث شده که ما میزان مصرفمون در استان تهران به ویژه شهر تهران به شدت افزایش پیدا کنه و الان در حال حاضر حدود 3,500,000 متر مکعب مصرف آب شرب روزانه شهر تهران. خوشبختانه نسبت به سال قبل ما در حد 2-3% افزایش مصرف داریم و یکی از نقاط امیدواری ما اینه که همین میزان بیشتر ما افزایش مصرف نداشته باشیم. منتها از اسفند 98 به دلیل بحث کرونا افزایش مصرف تهران خب سیر صعودی بسیار بالایی پیدا کرده. خب ما در همیشه در سالهای قبل از 99، در سالهای 98، 97 و سالهای قبلش ما عمدتا اول خرداد وارد 3 میلیون و بیش از 3 میلیون میشیم، در صورتی که ما تقریبا از ابتدای اسفند 98 تا به حال هیچ روزی رو در تهران زیر 3 میلیون مصرف نداشتیم و حدود 10-15% مصرف آب شرب تهران به دلیل کرونا افزایش پیدا کرده. آب امید که حالا بر اساس اون قرار بود 1/3 مصرف کنند، کسایی که 1/3 میانگین متوسط و کمتر مصرف میکنند در آبشون مجانی باشه، در تهران حدود 2% میزانش بسیار پایینه. این در شهر تهران حدود بین 50-60% مردم یا کمتر از نرمال یا حول و هوش نرمال مصرف میکنن، یعنی حدود 50% مردم تهران حول و هوش 14-15 متر مکعب که در واقع الگوی مصرف هستش مصرف میکنن. حدود 30% مردم کمی بیش از الگوی مصرف در واقع مصرف دارن و 20% مردم تهران مشترکین پر مصرف ما هستند و حدود 5% هم فوق العاده پر مصرفن. به لحاظ قانون گذاری ما به لحاظ قانونی مگر در مواردی که شورای تأمین در واقع تشکیل بشه و تشکیل جلسه بده نمیتونیم آب مشترکی رو قطع کنیم، مگر در واردی که بحرانی بشه که شورای تأمین تشکیل میشه و وسط مصوبه شورای تأمین این کار رو انجام میدیم که هنوز خوشبختانه به اون مرحله نرسیدیم. ما سه در واقع آیتم سبز، نارنجی و قرمز برای شهر تهران تعریف کردیم که پارسال به دلیل بارندگی خوبی که داشتیم در قسمت سبز قرار داشتیم، یعنی وضعیت بارندگی خوب بود، وضعیت مخازن سدهای ما خوب بود. امسال در قسمت نارنجی قرار داریم، هم شهر تهران هم استان تهران، و خوشبختانه تا به این لحظه وارد در واقع قسمت قرمز نشدیم. اگر خدایی نکرده مصرف افزایش پیدا کنه و بیش از اون حد مجازی که ما در واقع ترسیم کردیم براش اتفاق بیفته، حتما اولین کاری که خواهیم کرد آب مشترکین پر مصرف رو بر اساس مصوبه شورای تأمین قطع خواهیم کرد. ولی خانم فقط مرحله اخطار رسیدیم، الان
همکارای ما در شرکت آفاضلاب دارن به تمامی مشتریان پر مصرف اختار میدن که چنان که رعایت نکنن شورای تامین تشکیل جلسه خواهد داد و در واقع مسببه خواهیم گرفت و آب و مشترکین رو قطع خواهیم کرد. ولی هنوز خوشبختانه وارد اون مرحله نشدیم. استظهار دارید ما در تهران همواره میباید تا آخر شهریور یا اول مهر یک حجم استراتژی سدها رو حفظ کنیم، به دلیلی که سال آینده مشخص نیست اوضاع چجوری باشه و بارندگی سال آینده چطور باشه. شما ما در سال 99 بیشترین بارندگی رو در 50 سال اخیر داشتیم و در سال 1400 سال آبی 1400 کمترین بارندگی رو در 50 سال اخیر داشتیم. یعنی در دو سال متوالی ما دو نوع اقلیم به شدت متفاوت رو داشتیم و تجربه کردیم. این نشون میده که وضعیت جوی کشور ما از یک نرمی که همیشه در واقع پیروی میکرده پیروی نمیکنه. ما معمولا تا بالا اینطور بوده که چند سال خوشسالی داشتیم، چند سال ترسالی داشتیم، حالا اینجوری بوده تا به حال. ولی الان اینکه در دو سال متوالی ما این نوع میزان بارندگی، ما در سال آبی 99 بیشترین میزان بارندگی در 50 سال اخیر در سراسر کشور داشتیم. در تهران بارندگی استان به 435 میلیمتر رسید که در تاریخ آبی استان تهران بی سابقه بود و امسال بدترین وضعیت بارندگی رو در 50 سال اخیر داشتیم. این یعنی که ما در دو سال متوالی دو نوع تغییر اقلیم بسیار شدیدی رو تجربه کردیم و این زنگ هشداری برای ما به عنوان متولیان تأمین آب شرب تهران علل خصوص. خب استحضار داری در تهران روزانه حدود 3.5 میلیون متر مکعب و در سال حدود 1.1 میلیارد میلیون متر مکعب آب مصرف میشه. 17-18% آب کل کشور در شهر تهران مصرف میشه. اگر مردم صرف جویی نکنن هر اتفاقی ممکنه بیفته. فعلا در حال حاضر ما برنامه‌ای برای جیره‌بندی یا سهمی‌بندی آب نداریم، ولی واقعیتش همه این رو به قرص قاطع نمیشه گفت. این همه بسته به رفتار مردمه. اگر واقعا مردم رعایت کنن ما انشالله سال آبی امسال رو با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت و وارد سال آبی آینده خواهیم شد. اینی هم که من خدمت شما میگم صرف جویی کنن، این به این معنی نیستش که حالا مثلا شستشون انجام نشه، بهداشت انجام نشه. بالاخره شرایط کروناست، همه کادر پزشکی و همه جامعه پزشکی الان مردم رو داره تشویق میکنه به استفاده از آب و شستشوی دست. ما اینو کاملا واقفیم و به همین خاطر هم هستش که علارغم فشار بی امانی که بر بدنه آب و فاضلاب تهران هست تا به این لحظه یک لحظه قطعی آب نداشتیم. ولی واقعیتش اینه که وقتی میگیم صرفه‌جویی، صرفه‌جویی در اینها نیست، صرفه‌جویی در مصارف غیر ضروریه. همین امروز صبح من داشتم میرفتم در واقع شبکه 5 برای مصاحبه، یه خانم برداشته بود داشت تمام کوچه رو میشست. واقعا ظلمه که ما بیام از فاصله مثلا 160 کیلومتری سد طالقان یا 110 کیلومتری سد لار آبو بیاریم، آبی با این کیفیت آب بیاد تصفیه بشه پمپاش بره بعد طرف برداره و شروع کنه شستن با کارهای مثلا یا کوچه رو بشوره، خیابون رو بشوره، نمیدونم پارکینگ رو بشوره، ماشین رو بشوره، قالی بشوره. اینها به نظر من رفتار مسئولانه ای نیست که بعضی از شهروندان، اگرچه خوشبختانه تعدادشون کم هست ولی متاسفانه در جامعه دیده میشه که بعضی از شهروندان این رفتار مسئولانه غیر مسئولانه دارن. و وقتی هم بهشون میگید که مثلا استفاده نکنید میگه پولشو میدم. خود شما میدونید شاید ارزان ترین کالای اساسی در کشور ما آبه، در حالی که ما بی بدیل ترین و کمیاب ترین ماده کشور ما آبه. آب به هیچ عنوان قابل تولید نیست. برق میشه تولید کرد، گاز میشه تولید کرد، ولی آب نمیشه تولید کرد. آب یک ظرف محدودی، هر قد ما بیشتر از این ظرف استفاده کنیم حتما کم خواهیم آورد و به نوعی جفا به نسل‌های آینده است.